بالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم خدمت تک تک عزیزانم، خانمها و آقایان. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. از تهران، پایتخت کشور عشق و ایمان، در سال روز ورود امام راحل عظیم و شأنمون، آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی، به شما سلام میکنم و امیدوارم که هممون زیر سایه پرچم پر افتخار این دیار عاقبت به خیر بشیم و سعادتمند. خبر ارتحال حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی در اولین ساعات امروز کام هممون رو تلخ کرد. اون مرجع عالی قدر، صاحب منتخب الاثر، اون مرد بزرگ که خدمات علمی او از خاطره ها پاک نخواهد شد، این ضایعه رو خدمت رهبر معظم انقلاب، خدمت بیت معزز و مکرم ایشون، همه مقلدان، دوستداران و محبان ایشون و همه مردم شریف و نازنینمون تسلیت عرض میکنیم. با احترام همراه شما هستیم و در محضر و در معیت آجای کاشانی عزیزمون، سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. محضر حضرت عالی و همه بینندگان عزیز، شنوندگان بزرگوار، عرض سلام و ادب و احترام دارم. سلام و درود خدا به امام امت و شهیدان راهش و سلام و درود خدا به روح مطهر مرحوم آیت الله العظمی صافی گلپایگانی. انشاءالله که مهمان سفره حضرت سید الشهدا علیه السلام باشن، این خادم اهل بیت، و حتما یادشون بکنیم در طول برنامه. انشاءالله به یادشون هستیم. به شرایط صلح رسیدیم و بنا شد شرایط صلح امام مجتبی علیه السلام رو بشنویم. متظاهرا مقدمه بناس بشنویم که با دل و جان میشنویم و انشاءالله وارد بحث بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نقاط قوت مکتب اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، کهنسالان عابد زاهد عالم در خدمت اهل بیت. 12 بهمن سال روز ورود مرحوم امام رحمت الله علیه با اون استقبال حیرت انگیزه و فردا هم روز بدرقه یک مردی از دیار عالمان، مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی رحمت الله علیه، که خواهیم دید اون هم انشاءالله بدرقه پرشوری خواهد بود. مرحوم آقای صافی از یک بیت علم عظیم و شأن هستن، هم پدر بزرگوارشون، هم اخوی بزرگوارشون. اخوی بزرگوارشون مرحوم آقای بهجت رحمت الله علیه بعد از خودشون به ایشون ارجاع داده بودن و این خانواده خیلی به اهل بیت خدمت کردن، مخصوصا مرحوم آقای صافی رحمت الله علیه که همونجوری که فرمودید با نوشتن منتخب الاثر، مجموعه مقالات و آثار مهدویشون رو یه وقتی من تهیه کردم در 4 مجلد، خیلی تلاش طولانی 80-90 سال خدمت به مکتب اهل بیت و خدا انشالله به ما هم روزی کنه، اخلاص بده بتونیم یه گام مؤثری برداریم. عمر پربرکت اینجوری. گروه های مختلف، مشرب های مختلف، علی رغم تفاوت های فکری، اختلاف نظرها بر بزرگی و بزرگواری و خلاصه ستون خیمه حوزه قم بودن ایشون اذعان دارن. یکی از آثار ایشون رو احتمال میدم ایشون رو در حرم سید الشهدا صلوات الله علیه دفن کنن. یکی از آثار ایشون که از آب گذشتم هست و بعضی از سخت پسندان پسندیدن، این کتاب پرتوی از عظمت امام حسین علیه السلامه که اگر عزیزانمون مطالعه کنن و انشالله هدیه کنن، ثوابش به روح مطهر مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی رحمت الله علیه. رحمت الله علیه. بله، پرتوی از عظمت امام حسین علیه السلام. خیلی از ماها حضرت آیت الله العظمی صافی رحمت الله علیه رو با منتخب الاثر ایشون میشناسیم، اثر بسیار جامع در مسئله مهدویت، و حالا این کتاب هم پرتوی از عظمت امام حسین. دوستانی که به تاریخ سید الشهدا علیه السلام علاقمندند و میخوان از عظمت سید الشهدا در قالب این اثر بسیار ناب بهره مند بشن، میتونن این کتاب رو تهیه بکنن و انشالله که خود مؤلف این کتاب حضرت آیت الله صافی هم انشالله مهمان سفره پربرکت سید الشهدا باشن. خدا خیرتون بده بابت معرفی. سلامت باشین. آثار ایشون راجع به سید الشهدا هم پرشمار و متعدد، غیرت دینی ایشون برای دفاع از اهل بیت
همواره ایشون رو به صحنه ها میکشون، از طرفی بسیار هم متواضع بود. یه وقتی مراسم امام گذاری بر سر یک عزیز ظاهرن سیاه چرده سپید قلب از قاره افریقا رو خواسته بودن ایشون معمم کنن، دستشو بوسیده بودن. این چقدر پیام یک مرجع مثلا در اون زمان حدود 90 و چند سال، یک جوانی رو که از یک قوم دیگه است، چون در مکتب اهل بیت ان اکرمکم عند الله اتقاکم سرلوحه است و تواضع از بالا به پایین شروع میشه، یعنی بزرگترا یاد میدن به کوچیکترا. خداوند ان شاء الله ایشون رو مهمان سید الشهدا صلوات الله علیه قرار بده، ما رو هم مشمول دعای خیر ایشون. الهی آمین ان شاء الله ان شاء الله. امروز سال روز ورود حضرت امام رحمت الله علیه به ایران هم هست. مرحوم امام هم یک گوهر ناشناخته عظیم الشأن، که من همیشه تأسف می‌خورم از این که قوت سیاسی ایشون و اون که یک کاری کرده که در تاریخ اسلام بی‌نظیره، یعنی بعد از ائمه خدا علیهم صلوات الله، ببینید ما وقتی یک بزرگ مرد استثنایی بی‌نظیری مثل مرحوم آیت الله العظمى میرزا شیرازی رحمت الله علیه، اسد محمد حسن شیرازی، در اون فتوای معروفشون در مورد تحریم تنباکو تمام دنیا رو تکون داد، امام رحمت الله علیه نیامد یه فتوا بده، یک حکم بده. همون ماجرای فتوای تحریم تنباکو که عظمت قدر مرحوم میرزا علی الله مقامه الشریف رحمت الله علیه عالم گیر شد و زبان زد شد، اگر نگاه کنید بسیاری از محدودیت ها رو داشتن. کسی هیچ وقت فکرشو نمی کرد که یک فقیهی، اون هم فقیه فحلی، استاد اساتیدی، شخصیت برجستهی، بیاد و علم به دست بگیره. امروز متاسفانه مشکلات اقتصادی که تو کشور مردم باش دست و پنجه نرم می کنن و دشمن هم فشار حد اکثری آورده، باعث شده که کمتر از امام سخن بشنویم. یه وقتی یادمه در سیما هفتگی از امام سخنرانی پخش میشد، متاسفانه یا من نمیبینم خبر ندارم، اگرم هست کلیپ کوتاه امام، درست به عنوان یک سخنور شاید آراستگی سخنوری بعضی سخنوران رو نداشت، ولی به لحاظ عمق امثال من که نه، بسیار از اساتید مبهوته بودن. کاف لازمه بعضی وقتا از ایشون سخنانش پخش بشه، اونجا که مرحوم آیت الله مشکینی ایشون رو تجلیل کرد و ایشون نهیب زد که آقای مشکینی منو به سمت جهنم نبر، ما همین ظواهر احکام رو رعایت کنیم. اون امامی که گریه های شبانش، جلسات اخلاقی با شاگردان خاصش، اون ویژگی های ملکوتیش، حدیثش، آداب صلاتش، سر و صلاتش، شرح دعای سحرش، یعنی اونهایی که ایشون رو بخوان ببینن کیست، اصلا متاسفانه هم مقام فقه و اصول امام به شدت مخفوله و ای کاش مدیریت میشد که این مباحث بیاد در، یعنی از این پس فضای سیاسی ایشون فاصله میگرفت جامعیت فقه و اصولی ایشون و در کنارش عرق عظیم امام به مکتب اهل بیت. امام یک شیعه سر تا پا شیعه، یک ولایی سر تا پا داغ از ولایت، اما دلسوز جهان اسلام بود. شیعه مثل امام شاید به این راحتی پیدا نکنیم، ولی دلسوز امت بود. ایشون در همون جوانی چند کتاب نوشته که کافی عزیزان ما کتاب رو بردارن تورق کنن، در فضای مجازی هم متنش هست، و برن پیش اساتید نشون بدن ببینن عمق نگاه امام. در همون اوائل کار که مرحوم امام رحمت الله علیه، خب به خاطر تیزهوشی و عمق نگاهش خیلی زود پخته شد، یه طلبه افتاده ای نعوذ بالله اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، که خوب درس نخونده بود و افتاده بود به دامن حرفهای وهابیت، میدونید که ما اگر خوب عقایدمون رو محکم نکنیم، سدید نکنیم، دیگران با ظاهر یک آیه و دو روایت ممکنه بیان حقایق رو از دست ما بگیرن. یکی از اونجاهایی که به شدت روش دست میگذارن زیارت حرمهای مطهر اهل بیته، چون اونجا محلی است که ما به خدا نزدیک میشیم. گاهی ما خدا رو به اسم و صفاتش قسم میدیم، گاهی میگیم سبحان، این در دعا، سبحان من فاطمه به فاطمه علیه السلام من احبها من النار، پاک و منظم خدایی که
به حرمت فاطمهش، به عظمت فاطمهش محبانش از آتش نجات میده. آدم میخواد یه جایی خودش رو سبک کنه، عبادت کنه، توبه کنه، میرم حرم امام رضا. لذا اون نقطه ایست که میزنن ما رو، یا اون جایی که اهل بیت و دین برای استقلال دین، برای اینکه دین زیر پای ثروتمندان قرار نگیره که خاضع بشه، خمس و زکات قرار داده، مخصوصا خمس که برای امور دینی صرف بشه. لذا نقطه ایست که میزنن، چون میخوان مکتب فقاهت شیعه هم شبیه از هر و کجا وابسته به هر حکومت 4 ساله‌ای بشه. توجه میکنید؟ بله. اینجا رو میزنن. یک کتابی نوشته شد به اسم اینکه ما میخوایم اسرار حوزه رو مثلا فاش کنیم، و ادبیات ساده، حرفا عوامانه، ولی رو ذهن بعضی اثر گذاشت. چند نفر کتاب نوشتن، خوب ننوشتن، این باعث تبلیغات کتاب خلاصه شد. مرحوم امام رحمت الله علیه کتابی نوشت و این اسرار رو کشف کرد، یعنی برملا کرد که این ادعای اسرار چی هست. و اونجا اگر کسی میخواد ببینه این طلبه در آغاز راهش به نسبت عمر شریفش، وگرنه اونجا پخته بود و مجتهد بود، چگونه است که بعضی از کسانی که مشرب ایشون رو قبول نداشتن، مثلا مخالف فلسفه بودن، دست ایشون رو در حضور جمع با اینکه مثلا شاید 30-40 سال بزرگتر بودن بوسیده بودن، که از مکتب دفاع کردی. همین امام رحمت الله علیه تلاش میکرد، بحث میکرد کتاب ابقات مرحوم امیر حامد حسین رحمت الله علیه رو، و میفهمید این حجت کبراست. حالا قریب به این مضمونان از حافظ عرض میکنه. امام در تشیع حیرت انگیزه. بعضی جملاتو شاید من هم الان ملاحظه کنم، در سیما نخوام بگم. وصیت‌نامه ایشون رو نگاه کنید، شروعش حمد و ثنای خودش رو برداشته به جاش حدیث ثقلین قرار داد. بعد میفرماد عموم مردم دنیا چه بسا قاصر باشن، به حق نرسیده باشن، ولی عالمان خبر دارن و اونها معاقبن قیامه اگر به مکتب اهل بیت خلاصه توجه نکنن. همه وجودش دفاع از مکتب اهل بیت بود، اونم عالمانه. امیدوارم ان شاء الله که دوستداران امام محمد رحمت الله علیه هم حرم حضرت امامو که انشالله بیش از پیش در شأن حضرت امام بشه، هم آثار امام رو بیارن در جایی که خلاصه مقام علمیشون مشخص باشه. بعد شما نگاه میکنید به جای یک فتوا، امام هر یک جملهش تکان داد. فقیهی که آمد با مردم مقابل دشمن قرار گرفت، صدام رو بیرون کرد، شاه رو بیرون کرد، حرفهایی که ما فکر نمیکردیم. آیت الله جوادی حفظه الله میفرمودن ما قبل از مثلا این حرفا در فقه چند تا کتاب خاص، چند تا موضوع خاص رو بیشتر بحث نمی کردیم. امام که آمد خیلی مسائل مطرح شد. و الان یکی از اون چیزهایی که اگر کسی دلبسته مرحوم امام رحمت الله علیه هست، باید به نرم افزارهای حکومتی، الگوی جامعه حکمرانی کمک کنیم، فکر کنیم، کار کنیم، تا انشالله حکومتی در گامی به جهت اون قله حکومت علوی حرکت کنیم. تا قبل از این اصلا فکر نمی کردیم. تا قبل از این اصلا قیام سید الشهدا صلوات الله علیه رو خیلی نهی از منکر نمیدیدن. امام آمد افق نگاه، بله، نمیتونستن تحلیل کنن. امام آمد معانی خیلی چیزا باز شد، روشن شد. مثال بخوام بزنم، اینی که شاید خیلی ها فکر کنن که مثلا در اسلام نگاهشون به زن چی هست، یک زنی مانند زینب کبرا سلام الله علیها میره در کاخ یزید و افق نگاه به زن رو تغییر میده. خب زینب سلام الله علیها یا زهرای مرضی سلام الله علیها که چیز جدیدی نفرمودن که تو دین نباشه، افقها رو عوض کرد، تاریخ زن آبرو گرفت. بله. امام آمد افق نگاه ما رو عوض کرد. امیدواریم اونهایی که دوستدار امامن به کارآمدی حکومت بیاندیشن که خدای نکرده عظمت ایشون، رفتار ایشون، استکبار ستیزی ایشون، خیرخواهیش برای جهان اسلام، سادگی و زهد ایشون، بله. که ما خانه امام رو امروز یه جور میبینیم، حرمش رو جور دیگری میبینیم. امیدواریم انشاءالله که امام اونجوری که بود درست ترویج بشه، تحریف نشه، و ما محروم نشیم از روح مطهر امام امت. یه صلوات برای شادی روح ایشون و حضرت آیت الله عظمای صافی بفرستیم و همه اونهایی که حق بزرگی به گردن ما دارند، انشاءالله که همشون متنعم باشن سر سفره امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رسیدیم به بحث امام حسن علیه السلام و شروط صلح، که بسیار کار پیچیده سختی بود. واقعا اینطوریه که امام حسن علیه السلام در مقام عمل، چون شجاعت اگر منظور اون
قوت قلب باشه، همه ائمه در اعلی درجه. منظورمون ظهور شجاعت، ظهور شجاعت انصافا برای امام حسن بالاتر از سید الشهدا است. چون امام حسین علیه السلام تکلیفش این شد که حیات من الذله بگوید و بدن مطهرش پاره پاره بشه و شهید بشه در اوج اقتدار، در اوج عزت ظاهری. امام حسن علیه السلام همین اوج عزت داشت، ولی تصویرش رو دیگران خوب درک نمی کردن، خیلی تلخ بود. نامه ای نوشتن که منسوبه که ابن عباس در همین اثناء قبل از صلح و جنگ و اینها برای حضرت نوشته، کلمات خوبی داره ولی من امیدوارم جعلی باشه. یعنی نگاه بی ادبانه است که مثلا داره که ان المسلمین ولو که امورهم بعد علی، مردم بعد از علی علیه السلام تو رو حاکم قرار دادن، فشمر للحرب، خودتو آماده جنگ کن. اصلا چه نیازیه؟ این تلخه که یک کسی که عالمترین عالمانه دیگران بیان بهش تذکر بخوان بدن. امیدوارم این نامه نباشه، ولی زیاد اینجوری هست. جاهد عدوک، با دشمنت بجنگ. کسی به امام حسن لازم نیست این حرفا رو بزن. قارب اصحابک، اصحابتو دوباره هم جمع کن و کاری نکن مردم بدبین بشن. فضایی که بارها من عرض کردم تقریبا در میان ائمه از مظلومترین ائمه در گزارشگری هاست. بعد میگه وعلم، من امیدوارم ابن عباس همچه غلطی نکرده باشه واقعا که اینجور با امام حسن سلام الله علیه صحبت کن، که وعلم ان علی اباک، بدون که بابات علی برای چی مردم ازش گذشتن. اصلا این چه حرفیه؟ چرا رفتن سراغ معاویه؟ لانه آسا بینهم فی الفی و سوا بینهم فی العطا. خوش به حال امیرالمومنین و خوش به حال ما که همچین امامی داریم، که علت فرار مردم از او چی بود؟ اینکه او ظلم نکرد، او حق کسی رو به کسی نداد، عدل مسلم و مجسم بود. فی و انفال و انوال عمومی رو به همه به عدل داد و عطایا و یارانه حکومتی رو حق کسی رو به کسی نداد. و برای همین اشراف، زرندوزان، بیچاره ها، اونایی که جلوی بینیشون ها میدیدن، اونایی که صبح تا شب همشون خلاصه بطنشونه، اینا فرار کردن. بعد میگه که خلاصه برو و با معاویه بجنگ. امام حسن هم سلام الله علیه لازم نبود این حرفا زده بشه. همه اینا قبلا توضیح دادیم برای اینی که بخوان بگن امام حسن نعوذ بالله مردد. حضرت شروع کرد آمادگی برای نبرد و جنگ، ولی جنگی صورت نگرفت چون فرمانده لشکر امام متاسفانه فرار کرد. مردم عبیدالله ابن عباس و مردم هم دوچار تردید بودن. اینجا یکی دو مورد رو میخوام عرض کنم که خدا کنه ما برای امام زمانمون اینطوری باشیم. امام حسن سلام الله علیه خطبه خوندن، فرمودن که صبر کنید، خدا با صابرانه. شنیدم معاویه گفته که ما میخواییم بیاییم با شما بجنگیم، ما هم از جنگ استقبال میکنیم، جنگ با معاویه جنگ بین حق و باطله، آماده باشید. مردم هم دیگه نگاه که انگار یخ زدن. عزیزانی که خاطرشون است در بحث امیرالمومنین صلوات الله علیه کردیم که سال پایانی عمر حکومت حضرت بسیار سال تلخی بود، مردم دیگه دنیا میخواستن، خسته شده بودن. ممکنه در روزگار ما هم، من یقین دارم بعضی از مشکلات اقتصادی، بعضی از مشکلات که تو کشور ما هست ریشه در ناکارآمدی عمدی داره برای اینکه مردم از اون شوری که مثل امروزی سال 57 ریختن در فرودگاه امام استقبال کردن، کل جاده ها رو گل کاری کردن، گل گذاشتن، استقبال کردن، برای اینکه ناامید بشن، مردم دل ببرن از حق، مردم به سمت باطل، به سمت طاغوت متمایل بشن. گاهی ما نمیدونیم که یک ماشین خاص یا یک وسیله ای رو میچرخونیم دلها رو متوجه قدرت دشمن میکنیم. یعنی چه؟ ما منکر نیستیم که در بعضی چیزها ناکارآمدی داریم، اما مانور تضعیف کننده دل خطرناک. حضرت سخن گفت، اما بیا نگاه کردن،
کسی بلند نشد یه لبیک بگی. دیدید الان تو نماز جمعه وقتی مثلا قدیم در جماران امام سخنرانی میکرد چند دقیقه بار تکبیر میگفتن؟ بله بله، قوت قلب این، ما همراهیم حضرت، هم ما آماده ایم. اصبروا ان الله مع الصابرین، ما صبر کنید، میریم با دشمن خدا میجنگیم. همه یخ زده. عدی ابن حاتم که هم سنش از امام حسن بلند بزرگتر بود، هم خودش جانباز بود، هم سه پسرش در راه امیرالمومنین شهید شده بودن. به به، پدر شهید، گاهی پدر شهید بلند میشه، قوت قلب ایجاد میکنه. بلند شون در اون قحطی دید همه ساکتن، گفت انا ابن حاتم، من پسر حاتم طایی هم که در جاهلیت هم شما گدای ما بودید، ما به پول کسی نیاز نداریم. سبحان الله، ما اقبه هذا المقام. چقدر زشت این صحنه ای که من میبینم پسر پیغمبر سخن میگه، الا تجیبون امامکم، خفه شدید، ساکتید، امام میفرماد بریم بجنگیم، حالا شما نگاه کن چقدر تلخه که بعدا میگن 40,000 تا لشکر آدم داشتین نمیری. اینا چسبیده بودن به زمین. آیه داریم در قرآن دیگه، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، وقتی به شما گفته میشه انفروا فی سبیل الله، بلند شید برید جهاد، اثاقلتم الی الارض، انگار 5000 کیلویی چسبیدید به زمین، باید با لیفتراک بلندتون کنن، چسبیدید، اراضیتم راضی شدید به حیات دنیا، تو آخرت رو میخواید بذارید کنار، بعد خیال کنید مثلا کاری هستید. وای به حال ما، چه سال 57 چه امروز، خیال کنیم ما مدافع دینی، ما در پناه اسلامی، ما در پناه امام زمانیم، یکی مثل من خودشو میخواد نشون بده که حذفش نکنن، وگرنه حسین ابن علی کشته شد، انبیاء خدا کشته شدن، خدا که ضعف نداره که، این یشع یذهب کم، اگر خطا کردید و برگشتید خلاصه خدا بخواد میگه همه تونو میبرم و یعت به خلق جدید، خلق جدید میارم، این ادتم ادنا، برگردید ما برمیگردیم. خدا نیاز نداره، کلی محتاجم بهتون، مال محتاجم هیچ مهم نیست برام، و خدا انشالله ما رو در پناه دین قرار بده، بفهمیم در پناه دین. اینجا حاتم گفتش که سبحان الله ما اقبه هذا المقام، چقدر زشت این صحنه ای که من دارم میبینم، امامتون رو جواب نمیدید، الا تجیبون امامکم و ابن بنت نبیکم، پسره دختر پیغمبرتونه، عین المسلمون، یاد عین عمار مسلم، مسلمین کجان، عین خطبا و مذر، خطیبان قریش که می اومدن به نفع اسلام و مسلمی، به نفع امیر المومنین پیغمبر خطبه می خوندن، کجان؟ عین الخواضون من اهل مصر الذین السنتهم کالمخاریق فده، اونهایی که زبانشون مثل دشنه ای به شکم باطل فرو میرفت، نفوذ کلامشون کوشن، چیه مثل روبهان همه سر به گریبان بردید و فراموش میکنید. اونجا اگه حضرت میفرمود بود عین عمار، عمار یه نفر بود، یه معیار بود، اینجا میگه عین المسلمون، یعنی مسلمون پیدا نمیشه، یعنی اونجا یه عمار لازم بود مدیریت کنه، اینجا اصلا مخاطبی نیست. و بعدم شهید شدن بزرگان، مالک، عمار، هاشم مرغال، اما تخافون مقت الله، از خشم خدا یادتون نیست؟ این حسن ابن علی همون نیست که پیغمبر اکرم وقتی خیلی زیباست، یه روزی دیدن پیغمبر اکرم امام حسن رو به دوش گرفته و امام حسین رو، بعضی از این بادمجونای دورقابچین مثلا دید میرن این نفر ازش تعریف کنن، چون اگه قرار بود بفهمن بعد میفهمیدن پیغمبر اکرم امام حسن رو دوشش گذاشته، یارو در آغوش گرفته، گفتش که نعمت المطیه یا رسول الله. عرب تشبیه که میکنه به حیوان قبیح نیست مثل ما، عجب جای، عجب مرکبی، یعنی اصلا کجا نشستن. ما تو فارسی خیلی ملاحظات داریم، خیلی وقتا مثلا باز شکاری برای سرعت بگیم اشکال نداره، ولی خیلی چیزها رو نمیتونیم بگیم. در فضای ادبیات عرب این قبیح نیست، این جا داره، طرف قویه میگه من این اسد میمونم. آره، خب نعمت المطیه، به ببین کجا نوشته نشسته حسنم و حسنت و حسینت، اینجا نشستن، حضرت اون نعمت راکب،
من افتخار میکنم که او نشست، زینت عرشه. و بعد فرمود که خبر بدید به دوستانتون، هر کس حسنم رو دوست بداره من دوستش دارم. این مردمی که ما رو میبینید، اگر عشق امام حسن تو دلتون هست، عشق پیغمبر، عشق شما در دل پیغمبر هست، قلب مبارک پیغمبر میتپه براتون. فرمود خبر بدید هر کس حسنم رو دوست داره، نه مرا هم دوست داشته، من او رو دوست میدارم. مادرش عنایت کرده، ما دوستش میداریم، پیغمبر خدا به ما لطف کرد. حالا مظلومیت رو ببینید، حضرت سخنرانی کرد، چون تا اینها رو مطرح نکنیم میافتیم توی وادی که امام حسن آتش بس کرد و یکی هم پا میشه میگه امام صلح بود، کنله بقیه همه امام جنگ بودن. شرایط رو باید دید که تو چه شرایطی بود. اگه حضرت لشکرش آماده بود که جنگ رو متوقف نمی کرد. خلاصه برگشت رو به امام عدی ابن حاتم. به به، عدی ابن حاتم ثروتمند بود، لازم بعضیا دیدید میخوان یه لفت و لیزی کنن. عدی ابن حاتم اینقدر پول داشت به پول کسی نیاز نداشت، با اعتقاد گفت، رو کرد به امام حسن. حالا امام حسن جای پسر عدی داره از نظر سن و سال، این خیلی هنره، ولی او خودشو شیعه امام میدونه. گفت اصاب الله بک المراشد و جنبک المکاره، خدا به برکت تو ما رو رشد و هدایت بده، تو رو دور کنه از چیزهایی که ازش کراهت داری، و فقک، خدا تو رو توفیق بده در اون مسیری که خدا میپسنده. سمعنا مقالتک، ما فرمایش شما رو شنیدیم، اینا رو ول کن آقا، و انتهینا الى امرک، امر امر شماست. سمعنا منک و اطعناک، اینا تو تاریخ میمونه که یه روزی در قربت امام حسن عدی بلند شد فریاد زد، گفت ما گوش به فرمانی، دستور بده، حکم آنچه تو فرمایی. بعد گفتش که هذا وجهی الى معسکری فمن احب الیه یوافینی فلیوافینی، من میرم یک تنه از حسن دفاع میکنم. فرمانده یه لشکر بود، کسی میاد در خدمتی، نمیادم من هستم، ما منتظر فوقش کشته میشیم، شهید میشیم، چی از این بهتر. قیس بلند شد، قیس ابن سعد، اون هم پسر رئیس خزرج بود، ثروتمند. مثلا نوشتن گاهی یه باغ بزرگ و میخ، و اینو برای این میگم که کسی خیال نکنه اینها میخواستن به نفعی برسن، اینا اصلا بزرگتر از این بودن که معاویه به اینا بخواد رشوه بده، بودن برو بابا اصلا تو کی هستی، میخریم تا آزادت میکنی. قیس یه باغیو مثلا میفروخ 500 هزار سکه 50 هزار سکه، میگفت هر کسی وام میخواد بیاد بگیره. می اومدن مردم 5000 2000 1000 200 500 می گرفت. مثلا آقا چقدر مونده؟ گفتن آقا مثلا نصفش مونده. گفت هر کسی بلا عوض میخواد بیاد بگیره. به حسابداری داده بود، اینا پخش میکرد. یه روز مریض بود، گفت عجیبه، ما عیادتمون نیومدن. گفتن آقا همه این شهر بدهکارتن. قیس ابن سعد ابن عباد خجالت میکشن، خجالت میکشن. گفت پیغام بدید همه رو گذاشتن، دوره های مختلف که وام داده بود از همه گذاشتن. اینا لازم نداشتن پول، اینا میفهمیدن نوکری امام حسن این چی. قیس بلند شد و معقل ابن قیس که با هم نسبت فامیلی ندارن، معقل کوفیه، قیس انصاریه، و از کسان دیگه. فعنب و ناس و هر رضوهم، شروع کردن گفتن خجالت بکشید، میمیری یا شهید میشی پیغمبر رو میبینی، چی میخوای به پیغمبر جواب بدید؟ مثل کلام عدی رو گفتن. امام فرمود که صدقتم رحمکم الله، آفرین آفرین، شما در محبت ما صداقت داشتید، خدا رحمتتون کنه. مازل تو اعرفکم، به به، خدا انشالله روزی ما کنه از امام زمان به ما این جمله رو بگیر. فرمود مازل تو اعرفکم به صدق نیه و الوفاء بالقول، من از قدیم شما رو به راستگویی و وفا به عهدتون میشناسم. شما بارها، من قبلا محضر شما عرض کردم که پیمان صادق فرمود اون چیزی که علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه را نزد پیغمبر ارزشمند کرد، صدق حدیث بود و ادا امانت، راستگویی بود و امانت داری. امام حسن علیه السلام اینجا برای این افراد تایید کرد، امام معصومی که روز قیامت شاهد اعمال ماست شهادت داد، فرمود از قدیم شما را میشناسم به صدق نیه، هم نیت پاک و الوفاء بالقول، هم کلام کنید بهش عمل میکنید، یعنی در کلامم صادقید، و المودت صحیحه،
و محبت درست، حب و بغضتون درسته. فجزاکم الله خیرا، خدا بهتون جزا بده. ثم نزل، و اون تابلوی تماشایی شب عاشورا اینجا تکرار میشه. منتها این برای افراد کمیه دیگه، 4 5 نفرم از جنس زهیر و محمد ابن بشیر حضرمی و همینطور. و بعد حضرت هم تایید میکنن که اصحابی با وفاتر از شما. من برای اینکه به شما عرض کنم چقدر کار پیچیده است، اسم نمیبرم که جسارت بشه. بعضی از شهدای کربلا در رفتار امام حسن نقل هایی داریم که امیدوارم نباشه، دوچار شک و شبهه شدن بعد برگشتن و اطاعت کرد. ببینید مظلومیت امام حسن اینه، یاران امام حسین در کربلا در نیت امام در درستی راه شک نکردن. اینقدر اوضاع پیچیده بود، یعنی مسلمین معاویه رو میشناختن، بنی امیه رو میشناختن، یادشون بود امیرالمومنین سلام الله علیه و امام حسن در جایی که حالا انشالله یا این هفته یا هفته بعد میخونم، امام حسن فرمود صدای تو ای ماویه که در احد در احزاب اینها تشویق میکردی با پیغمبر مردم بجنگن تو گوش ماست، مردم تو رو به عنوان دشمن شمایی که اسلام دیدن. لذا امیرالمومنین و امام حسن بهم میگن انت بقیت الاحزاب، ما یادمون نرفته تو کی هستی، حالا تو میخوای بیای خودتو در جایگاه امیرالمومنین بنشونی. اینایی هم که دور و بر امام بودن نمیتونستن تحمل کنن، بریم کشته بشیم اقلا نباشیم، چون اونها عرصه رو میدیدن، امام عمق تاریخ رو میدید، امام کربلا رو میدید، امام امام صادق رو میدید. نباید بپاشه این نخ تسبیح ولایت، بپاشه دینی باقی نمونه. امام دوران ما رو میدید. بله امام دوران ما رو میدید، بشریت رو میدید. بله این اینه بالات که شما فرمودید. برای امیرالمومنین صراحتن در روایت هست که به امام صادق گفت چرا امیرالمومنین اون روز در هجوم خانش وارد جنگ نشد، فرمود هنوز کسانی از ودایع ودیعه، من و شما و قبل و بعد ما، کسانی که ودیعن باید به این دنیا بیان، حق بهشون عرضه بشه و با همه وجود بگن اشهد ان علی امیرالمومنین ولی الله. فرمود چون همه نیامده بودن، امیرالمومنین دست رو دست گذاشت و دندون به جگر، صبر کرد به دستور پیغمبر. امام حسن سلام الله علیه اینها رو تایید کرد و عرض کنم خدمت شما که حجر رو فرستاد آماده بشن برای جنگ، ولی مردم بازم نیومدن. تو اون سخنرانی معروف رو دیدن، امام حسن سلام الله علیه دید که مردم نمیان، نمیخوان بیان به جنگ. از طرفی شایعاتی که حالا من راجع به این شایعات بنی امیه یکی دو جلسه مفصل عرایضی خواهم داشت، سوپر تخصص شایعه پراکنی داشت بنی امیه. بعضی از اون شایعات امروز هنوز جز تفکرات بعضی از مذاهب، شایعه نسبت به پیغمبر، شایعه در تخریب پیغمبر، شایعه در تخریب امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، شیعیان. یه نمونهشو که عرض کنم، فعلا نمیخوام روی این بحث شایعه وایسم، نگاه ما به تاریخ کوفه است. تا میگیم کوفه میگیم ای بی وفا که ما قبلا اشاراتی داشتیم، بازم عرض خواهیم کرد، مردم شام رسما دشمن اسلام هست. بارها با مجسمه اسلام امیرالمومنین و دیگران جنگیدن، ما میگیم کوفه بی وفا، نمیگیم کوفه معصومندا. اما اینی که میخوام بگم شایعات بنی امیه در اذهان ما هم رسوب کرده، حتی ما خوبیم کوفیا بدن، ما خوبیم کوفیا بدن، اصلا هر جا میخوان بگن بیخرد، نابخرد، بیوفا، بیدین، کوفه دارالضربه، محل جعل حدیثه. حالا همه میدونن شام چه کرده، چه آدمهایی رو خلاصه معاویه استخدام کرد، چه شد و چه شد. راجب این شایعات انشالله گفتگو میکنیم. امام حسن سلام الله علیه وقتی شایعات زیاد شد، عبیدالله به معاویه پیوست، نامنگاریایی شد، گزارش‌های منتشر شد که عده‌ای از سران برای سر مبارک امام حسن قیمت خواسته بودن از معاویه، چند حاضری پول بدی. و بعد وقتی دید حضرت به هم خورده، هنوز جنگ جدی صورت نگرفته بود، یه درگیری‌های مختصری بود، بعضی نقلا میگن حج آسیب دیده بود، اما هنوز جنگی نشده بود، ماجرای آتش بس شروع شد. یعنی در یک شرایط بسیار پیچیده. امام حسن سلام الله علیه شیخ صدوق یه روایتی نقل کرده که حالا جزئیاتشو میذارم برای بعد، میفرماد که امام حسن فرمود من میخواهم حق را احیا کنم و باطل را بمیرانم. ما فرصت میدیم به معاویه، ولی چهره او رو برای آیندگان روشن میکنیم، وگرنه دین پیغمبر میشه دین معاویه.
اسلام میشه اسلام اموی. مرحوم امام رحمت الله علیه اسلام اموی رو معادل اسلام آمریکایی میگیره. یعنی امام رحمت الله علیه اسلام ناب محمدی، اللهم صل علی محمد و آله، یعنی اسلام علوی نه، چون اسلام علوی فرقه نبود، اسلام علوی همان اسلام ناب محمدی، اللهم صل علی محمد، اسلام مکتب اهل بیت همان حقیقت اسلام است، همان لب لباب است، لب لباب است، مغز است. و اسلام مستکبر، اسلام ظاهرساز، تزویرگر، ریایی، رشوه بده، اسلامی که اسلام رو پوسته قرار میده، ویترین میکنه برای گناه و ظلم خودش، اینو میگه اسلام آمریکایی یا اسلام اموی. امام حسن برای اینکه اسلام اموی رو بی‌آبرو کنه این کارو کرد. حضرت اینجا فرمود من اننی اعتزلت هذا الامر و اخلیه لک، من میرم کنار، حکومت رو به معاویه واگذار میکنم. بعد نگاه کنید، اصلا برای اینکه معلوم بشه، هفته پیشم عرض کردم، امام حسن و امیرالمومنین حتی برای زدن معاویه با روم و کافرین هم پیمان نمی شدن. معاویه این کارو میکرد، حتی زهر رو از اونا گرفت. امام فرمود که ان کان تخلیتی ایاه شرا لک فی معادک، معاویه من امام تو هم هستم، به 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 این مرام، معاویه حکومت رو به تو واگذار کنم برای آخرتت بده ها، تو داری پافشاری میکنی، من مصلحت امت میبینم کنار میرم، ولی اولین نفر برای خودت از همه بدتر، تو آخرت تو دیگه کلا ناامید شو، نکن این کار. و شروطی هم دارم، عمل کردی به نفعت، عمل نکردی باز به ضررته، هم آبروت رو میبری هم آخرت رو تو خراب میکنی. بعد فرمود که وستندم و یا معاویه، پشیمان میشی یه اون روزی که قرآن میفرماد که فبصرك اليوم حدید، اون روزی که جان به این ترقوه ها میرسه، قیل من راقن، کی دیگه میتونه نجاتم بده؟ کسی نمیتونه اونجا نجات بده، 100,000 لشکر داشته باشی، لحظه قبض روح کی میتونه نجاتت بده؟ معاویه پشیمان خواهی شد، کما ندم غیر که، تمام فرعون هم تو دریا افتاد، اونجا دیگه پشیمان شد، لحظه‌ای که پرده از چشم میره کنار تو پشیمان میشی، دلم میسوزه ها، اما فکر نکن که به کسی هم ضرر میزنی، ولی اگر تو دنبال این هستی که از این باطلت کوتاه نیای، من حرفی ندارم. و بعد شروطی نوشت، بعضی از شروط رو قبلا گفتیم، بعضی از شروط هم اینجور ذکر شده که معاویه الله یسمیه امیر المؤمنین، معاویه حق نداره به خودش و دیگران به او بگن امیر المؤمنین. ببین امیر المؤمنین دو معنا داره، امیر لشکر، فرمانده لشکر، کسی که امر میکنه، امیر سپاه، امیر هر فرمانده بله. امیر مؤمنان اینجا منظورشون حاکم مؤمنانه. ائمه ما خیلی وقتا برای اینکه مسئله روشن بشه عمق میدادن به کلمات، مثلا هارون گفتش که بابا این فدک رو بگیرید خلاصمون کنید، نه فدک اسم رمزه، این زمین فلانه با این میزان نخل و چشمه و اینا که نیست، حکومت توه، فدک علامت حقانیت امیرالمومنین و باطل بودن کسان دیگه است، مثلا هویت مستقلی پیدا کرده. امیرالمومنین هم همین کار رو کردن، امیرالمومنین یعنی امام مؤمنان به معنای حقیقی، کسی که مؤمنان سر سفره علم او هستن به تعبیر امام رضا، فقط حیدر امیرالمومنین است، هیچ امامی هم طبق نقل مشهور به خودش اجازه نمیدادن به خودش امیرالمومنین، دیگران به حضرت امام مثلا سوم دوم اینها امیرالمومنین بگن. امام حسن سلام الله علیه وقتی میفرماد معاویه حق نداره خودش امیرالمومنین بنامه، یعنی من خلافت تو را مشروع نمیدانم. لذا وقتی میخواد مثال بزنه، حضرت با دو نامشروع دیگه مثال میزنه، میفرماد همانطور که بابام رسول خدا در حدیبیه با کفار پیمان بست، این مسئله دو مؤمن، مثلا شما با همسایتون سر جاپای خدا نکنم، من شما که بزرگوار همسایتون هم دوستتون دارم، من مثلا با همسایم اختلاف پیدا کنم بعد آشتی کنم، خود دو تا مسلمونیم، این نیست. حالا یه پیمان مثلا قولنامه خرید منزل، مثلا یه قرارداد دیگه، بله، این نیست بین دو مسلمان، بین دو مؤمن، بین دو مسجدی. فرمود که این مثل آتش بسی است که حدیبیه پیغمبر اکرم با
کفار برقرار کرد، مثل تحملی است که امیرالمومنین بعد از پیغمبر کرد. یعنی این به معنای مشروعیت بخشی به تو نیست. راجع به این بعداً گفتگو می‌کنیم. پس یک، تو حق نداری اسم خودتو امیرالمومنین بگذاری، اصلا تو مشروع نیستی، تو فعلا قوت پیدا کردی، قدرت پیدا کردی. اونم از بی کسی منه. قانون جنگل که نیست هر کس قدرتش بیشتر باشه حق داشته باشه. تو پرانتز عرض میکنم بعضی از گروه های اسلامی متاسفانه به خاطر توجیه رفتار بنی امیه گفتن هر کس زورش رسید با کودتا به حکومت رسید مشروعه. اینا آثار بنی امیه است. امام فرمود نه، امام حسن علیه السلام، تو حق نداری که خودت رو امیرالمومنین بنامی چون امیر مؤمنان نیستی، تو بقیت الاحزابی. دو، لا یقیمنده شهاده، جلوی تو کسی نه تو حق داری شهادت بدی نه شهادت دیگران مقابل دادگاهی که تو قاضی باشی به درد میخور. یعنی عادل هم نیستی، نه برای شهادت دادن نه برای قضاوت کردن. امام مسلمینی که امیر مؤمنان نیست، شهادت نمیتونه بده، قاضی نمیتونه بشه، این وجاهتش نزد امام اعظم کاملا روشنه. بعد فرمود که خب شیعیان بابا هم نباید دنبال کنیم و باید به فرزندان شهدای صفین حقوق بدی، یعنی همونه که کشتی. حالا انشالله این بحث شروط صلح و آتش بس رو انشالله جلسات بعد پیگیری میکنیم. انشالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. انشالله هممون شامل نگاه سرشار از کرامت امام مجتبی علیه السلام بشیم. میگن چقدر خوبه قبل از اینکه مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، تا یادم هم نرفته، برای قربانی ماه رجب از دیروز دوستان میتونن اقدام بکنن. اول رجب ولادت امام باقر علیه السلام، بعد هم 13 رجب میلاد پر خیر و برکت امیرالمومنین به عشق حضرت علی. ان شاء الله قربانی این ماه با شکوه هر چه تمامتر برگزار بشه. غیر از سایت و درگاه‌های پرداختی که در سایت و کانال ما قید شده، عزیزان میتونن با شماره گیری 3780 3131 مربع در طرح بزرگ قربانی ماه رجب همراه بشن و مشارکت بکنن. پیشاپیش از همتون ان شاء الله قبول باشه. چه خوبه ثواب تلاوت آیات امروز رو هدیه بکنیم به روح بلند حضرت آیت الله صافی گلپایگانی و ثوابش رو هدیه بکنیم به روح بلند امام راحل عظیم و شان. حضرت آیت الله صافی خیلی به برنامه سمت خدا لطف داشتن. حاج آقای کاشانی وقتایی بعد از برنامه مثلا صحبت‌های حاج آقای حسینی قمی که سر سفره نهج البلاغه هممون متنعم بودیم، می‌دیدیم آقازاده ایشون تماس گرفتند و گفتن آقا کل برنامه رو دیدند و خیلی تشکر کردند و خلاصه دعای ایشون و الطاف ایشون همیشه شامل حال ما بوده و حق بزرگی هم به گردن ما دارن. انشالله که مهمان سفره امیرالمؤمنین و امام مجتبی باشن. صفحه 433 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون که احتمالا خیلی کوتاه خواهد بود. همراه شما هستیم و در کنار شما. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون.
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم حسن ختام برنامه امروز ما هم مداحی آسید مجید بنی فاطمه توی جلسه خصوصی محضر حضرت آیت الله صافی هست مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر ایشون هم روز چهارشنبه ساعت 10 صبح در شهر مقدس قم از میدان جهاد به سمت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها خواهد بود ان شاء الله عزیزان پرشور شرکت بکنند که به نوعی قدر شناسی مجاهدت های علمی ایشون خواهد بود حاجای کاشانی دعا بکنید اگر نکته ای هست بفرمایید و ان شاء الله خداحافظی کنید بسم الله الرحمن الرحیم خیلی مختصر از آیاتی که شنیدیم خداوند میفرماید که من شما رو موعظه میکنم پند میدم به یک جمله و اونم این هست که ان تقوموا لله مثنا و فرادا نگاه نکنید که دیگران چه میکنن مثل عدی ابن حاتم بلند شید از امامتون دفاع کنید قیام کنید مرحوم امام رحمت الله علیه باز معنا کردین رو برای ما در روزگاری که کسی جرأت نمیکرد مقابل طاغیان قرار بگیره و امیدوارم انشاءالله ما از کسانی باشیم که در مقدمه ظهور حضرت ولی اصغر و آن آفدا جزء قیام کنندگان برای خدا باشیم و این رو قیامت در کارنامه ما بنویسند که این انتقومو لله قیام برای خدا این فرد و این فرد و این فرد هم انجام داد بسیار خوب خیلی ازتون ممنونم متشکرم خیلی ممنون و سپاسگزارم از لطف و مرحمتتون باید خداحافظی بکنیم تا فردا که دوباره بهتون سلام خواهیم کرد برنامه امروز تمام شد مدداهی و این نکته که عرض کردم رو انشالله ببینید روح حضرت آیت الله صافی هم شاد باشه تا فردا و تا سلام دوباره متشکرم ازتون آجایی باشه من اجازه بدید دو خط تو تقدیم آقا بکنم به یادگار بمونه از زبون آقا میخوام بگم ای سایه لطفت همه جا بر سر من گر از تو منم جدا توی در بر من یک عام تو را خطاب کردم مولا یک بار تو هم به من بگو نوکر